سیزدهمین روز اسفند ماه برابر با 4 مارچ سال 1235 خورشیدی برابر با 1857 میلادی، انعقاد معاهده پاریس بین ایران و انگلستان. هنگامی که انگلستان درگیر جنگ کریمه در اروپا بود، ناصرالدین شاه قاجار به تحریک روس‌ها به هرات لشکرکشی کرد و با استفاده از گرفتاری انگلیس این شهر را به تصرف خود درآورد. دولت انگلیس در همان روز که هرات به تصرف نیروهای ایران درآمد، به ایران اعلان جنگ داد و 8 کشتی جنگی انگلیسی با تعدادی کشتی‌های بخار و بادی به حرکت درآمده و بنادر و جزایر ایران را در خلیج فارس مورد حمله قرار دادند و در نتیجه جزیره خارک و بندر بوشهر به تصرف نیروهای انگلیسی درآمد و سربازان انگلیسی و هندی با پیشروی در داخل خاک ایران تا ناحیه کرمان پیش رفتند. ناصرالدین شاه که از عاقبت کار بیمناک شده بود، با اعزام نماینده‌ای به پاریس خواستار میانجیگری فرانسه در این زمینه گردید. در نتیجه قراردادی منعقد شد که به موجب آن دولت ایران تعهد داد که در برابر خروج نیروهای انگلیسی از ایران، بیدرنگ هرات را تخلیه و از هر گونه ادعای حاکمیت و سلطنت بر افغانستان صرف نظر نماید و ثانیاً بندر عباس و چابهار را در ازای مبلغ ناچیزی اجاره به والی مسقط در کشور عمان واگذار کند. انگلیسی ها نیز پذیرفتند که قوای خود را از ایران خارج کنند و اسرای جنگی ایران را آزاد سازند. این معاهده دست ایران را به کلی از دخالت در افغانستان کوتاه کرد و باعث نفوذ انگلستان در دربار ایران گردید و افغانستان نیز با عنوان استقلال طلبی از ایران استقلال یافت. سال 1353 خورشیدی برابر با 1975 میلادی، پس از آنکه سران اوپک توانستند با توافق از فروش نفت با آن دست از کشورهای غربی که در جنگ اکتبر سال 73 از اسرائیل حمایت کرده بودند خودداری کنند و قیمت نفت را در بازارهای جهانی 4 برابر افزایش دهند، این بار کشورهای عضو اوپک با پیشنهاد و در واقع با اصرار شاه ایران در کنفرانس الجزیره توافق نمودند تا قیمت نفت خام را 10% افزایش دهند. کشورهای عضو اوپک از جمله آن کشورهایی که از قبل صنعت نفت خود را ملی کرده بودند، به اتفاق خواستار برقراری نظم نوین اقتصاد جهانی با ائتلاف کشورهای اصلی تولید کننده نفت شدند. سال 1370 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، انحلال جبهه نجات اسلامی توسط دولت الجزایر. پس از آنکه انتخابات پارلمانی الجزایر با روی کار آمدن مجدد شاذلی بن جدید و پیروزی گروه‌های اسلامی پایان یافت و اغلب کرسی‌های پارلمان توسط اسلامگرایان به ویژه جبهه نجات اسلامی اشغال شد، شاذلی بن جدید که از پیروزی بنیادگرایان اسلامی احساس خطر می‌کرد و سوی نظامیان و گروه‌های مخالف اسلامگرایان نیز به شدت تحت فشار بود، از مقام خود استعفا داد و جای خود را به یک شورای 4 نفره مرکب از 3 تن از افسران عالی رتبه ارتش و نخست وزیر واگذار کرد. شورای مزبور نیز تشکیلات بنیادگرایان اسلامی را منحل اعلام نمود.